آقای سرکوهی، صحبت‌های امروز خامنه‌ای رو شنیدید، شما چه انتظاری داشتید؟ اگر به زبانش و به متن توجه بکنیم، متن رو از نظر متن‌شناسی و زبان تحلیل بکنیم، کسی است که نگران این هستش که در صفوف هواداران او تزلزل ایجاد شده و می‌خواهد حالا که این تزلزل رو برطرف بکنه. به همین دلیل هم او از جایی که شروع کرد از یوم الله بود، یعنی با به قرآن ارجاع داد، به داستانی در قرآن، و بعد هم آمد به یوم الله، روزی است که دست خدا می آید و این جماعت که آمدن برای خاکسپاری یا تدفین آقای سلیمانی، این خداوند سبب این بود و گفتش کسانی که دنبال دلایل مادی می‌گردند اشتباه می‌کنند. در واقع او آمد یک منشأ الهی برای حکومت خودش و حکومت جمهوری اسلامی فراهم بکنه. بعدم خب به آقای سلیمانی اشاره کرد و گفتشون قوی ترین ضد تروریست دنیا بوده و چه و چه و چه. اما این نکته هم در واقع او باید میگفت در این خطبه که ویژگی های نظامی او چی است. اینکه یه نفر با بارگرد فرود آمده در میانه عده‌ای که در محاصره بودن، این نشان دهنده نبوغ نظامی یا نشان دهنده استعداد نظامی نیست، دلایل دیگری هست. بعد وقتی که به تظاهرات پرداخت، دو نکته فقط اشاره کرد، یکی شعار نه غزه و نه لبنان، و یکی هم به اصطلاح به این که عکسای سلیمانی رو پایین کشیدن. مهمترین شعارهایی که در تظاهرات آبان ماه داده شد در واقع اینا نبود. مهمترین شعارها خاص این علیه شخص خود او بود، خواستار استعفای او شده بودند، دیگه میدونیم اینا رو، مرتب فیلم هاشو دیدیم، و بعد هم نارضایتی گسترده از به اصطلاح اوضاع. و در این حال این کلیشه در تظاهرات شکسته شد که لایه های محروم هوادار جمهوری اسلامی هستند، چون ما دیدیم که لایه های محروم به طور گسترده‌ای در دیما و دو سال پیش و در تظاهرات آبان ماه به میدان آمدند، علیه این نظام برخواستند. آقای خامنه‌ای سکوت کرد در این مورد. در واقع میتونیم بگیم او درباره اعتراضات سکوت کرد. در متن‌ها همیشه یک گفته‌هایی هست و یک ناگفته‌هایی. ناگفته‌ای که در خطبه آقای خامنه‌ای بود، اشاره رسالت این بود که شعارهای مردم بود، تظاهرات مردم بود که جان خودشون رو به خطر انداختن، آمدن مقابل گلوله و خواسته هاشون بیان کردن. خواسته هایی مثل مثلا آزادی و عدالت، این است خواست ملت. کاملا در این مورد سکوت کرد. وقتی شما در یک موردی که بسیار مهم هست و توجه همه جامعه به اون مورد جلب هست سکوت میکنین و میپوشونین و سعی میکنین اون رو به اصطلاح به حاشیه برونین، نشون میده که در عمق و در خودآگاه و ناخودآگاه شما اون مورد بسیار مهم هست و در جامعه هم بسیار مهم هست و سکوت کردن در اون مورد هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. در مورد هواپیما، او خب طبیعتا فرمانده کل قوا بود، باید این مسئولیت رو میپذیرفت و بعد هم عذرخواهی میکرد. و یا در این حال ما میدونیم که اینها به اصطلاح پرواز هواپیماهای مسافربری رو ممنوع نکرده بودن، در حالی که در همه شرایط جنگی آدم‌ها چنین میکنن. این که او چه کسی مسئول این حکم بوده و طبیعتا او فرمانده کل قوا و مسئولیت این رو بر عهده داره، کاملا از کنار مسئولیت رد شد، هیچ مسئولیتی رو نپذیرفت و تظاهرات را نسبت داد به تلویزیون‌ها و رادیوهای انگلیسی و خارجی، که این هم یک به اصطلاح حرف تکراری است که همیشه میزنن و میزنن. اما چند تا نکته دیگه گفت. یکی این که گفتش که به اصطلاح حمله کرد به کشورهای اروپایی و گفت در واقع حرفش این بود که ما این سیاست رو ادامه میدیم. و بعدم گفتش که سپاه قدس یک مکتب هست، به این معنا که سیاست خارجی جنگ افروزانه جمهوری اسلامی که برخلاف منافع ملی ما هم هست و در سپاه قدس هم بیشتر به بازوی اجرایش هست، حالا بخشی وزارت خارجه اما بخش عمدش سپاه قدس هست، این در واقع ادامه پیدا خواهد کرد. و بعدم به انتخابات پرداخت و مردم تشویق کرد که در انتخابات شرکت کنه. اگر به متن و زبان توجه بکنیم، این خطبه یک خطبه تکراری بود، بیش از اینم توقع نمی‌رفت. من شخصا هیچ انتظار دیگه نداشتم. من می‌دونستم که این ساختار این خطبه های آقای خامنه‌ای ساختار واحدی است که در طول این 30 سال تکرار شده. او متوجه در واقع هیچ حوادثی که در ایران رخ داده به این خطبه ها راه پیدا نکردن، در واقع اخراج شدن از این خطبه ها، در میتونیم بگیم خواست مردم معترض از این خطبه ها اخراج شد. چرا آیت الله خامنه ای تصمیم میگیره که یک خطبه تکراری رو باز هم تکرار بکنه؟ این نشانه چیه؟ اینکه خیالش راحته که به هر حال چیزی این نظام رو و رهبری اون رو تهدید نمیکنه؟ فردوسی شعری داره میگه که چو از مرد برگشته شد روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. شما وقتی آدم ها در یک موقعیتی قرار میگیرند و بر اساس اون موقعیت رفتار میکنن، چاره ای ندارن جز این که بر اساس اون موقعیت رفتار میکنن.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با بنبست‌های گوناگون مواجه شده، با بنبست مشروعیت، با بنبست اقتصادی، با بنبست سیاسی، با بنبست سیاست خارجی و با نارضایتی بسیار مردم. این درسته که میلیون‌ها آمدن به قلعه در تشییع جنازه آقای سلیمانی شرکت کردن، اما ما می‌دونیم که این نوع تظاهرات یعنی فراخواندن وقتی حکومت‌های استبدادی مردم رو فرا می‌خونن به شیوه‌های گوناگون به خیابان‌ها، هیچ کسی این رو جدی نمیگیره. اما مردم، اما تعداد حتی اندکی که میآیند به خیابان‌ها جان خودشون رو به خطر میاندازند، میدونن که و میدونن که اینها با گلوله مواجه خواهند شد و علیه رژیم اعتراض میکنن، این حضور آگاه و آگاهی حضور مردم هست. حالا در یک چنین موقعیتی که پایه‌های مردمی جمهوری اسلامی سست شده، حتی در بین هواداران خودش همین حضور آقای خامنه‌ای نشون میداد که نگران از آمده که این تزلزل رو رفع بکنه، لایه‌های محروم، فقیر، کم درآمد، میان درآمد جامعه علیه این برخواستن، او در موقعیتی قرار داره که جز این کار دیگری نمیتواند بکنند. یعنی آقای خامنه‌ای باید چیکار بکنه مثلا؟ چون هر حرکتی که بخواد بکنه در جهت نزدیکی به خواست مردم یا در جهت شکوندن بنبست‌های نظام، در واقع مؤلفه‌های قدرت و دوام نظام را به خطر میاندازه. لذا او در موقعیتی قرار داره، این مثل یک بازی شطرنج است، گاهی مثلا شما حریف رو در موقعیتی قرار میدین که همون حرکت هایی رو میکنین که شما پیش بینی کردین تا به مات شدن اون منجر بشه. موقعیت و شرایط حاکمیت جمهوری اسلامی همه جناهاشو در یک موقعیتی قرار داده که اونها در واقع چاره‌ای جز همین حرکات تکراری ندارن. برای اینکه شما یک حرکت جدید بیاورید یا یک حرف جدید بزنین، لازمش این هستش که این ساختار متحول بشه و طبیعتاً آقای خامنه‌ای اون کسی نیست که بخواد این ساختار رو متحول بکنه، ناگزیر همون راهی رو میره که موقعیت برای اون فراهم کرده. چه تفاوتی داشت فکر میکنید با سخنرانی‌های قبلی او در همین برهه‌های حساس؟ آقای خامنه‌ای میاد مثلا 80% وقتی میاد خطبه میخونه، موقعی است که جامعه رو به اصطلاح متلاطم میبینه، موقعی است که طرفداران خودشون رو زبزل میبینه. اما پاسخی که میده، ببین این به مردم ایران گفت وقتی از یوم الله صحبت کرد در همین سخنرانی اخیر، گفت یوم الله دو چیز از مردم میخواد، یکی صبر، یکی شکرگزاری. پیام این روشن است، شما این موقعیت وجود داره، شما نمیخواهید اما باید صبر بکنید و در این حال شکرگزار باشید که به چنین موقعیتی دچار شدید. این دو تا مشخصه اصلی که او گفت در مورد موقعیت کنونی. در واقع آقای خامنه‌ای حرفی نمیتونه تازه بزنه، همون رو میگه که باید بگه و چاره‌ای هم جز گفتن همین نداره و از ملت بخواد که در این موقعیت رو تحمل بکنن و بعد هم شکرگزار باشن و او هم به سیاست خارجی خودش ادامه بده. و فکر میکنید که چه تغییری ایجاد میکنه این صحبت‌های او در اتفاقات این روزهای ایران؟ در ایران دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها در انظار حکومت هستن، حالا از این جناح به اون جناح. اونها طبیعتاً سعی میکنن این سخنرانی رو بزرگ بکنن، به مثلا به جملاتش رو در بیارن، نمیدونم شعار بکنن و بهره برداری تبلیغاتی بکنن از این سخنرانی. اما این بهره برداری های تبلیغاتی معمولاً اگر هم تاثیر داشته باشه، تاثیر بسیار کوتاه مدتی داره. چرا؟ چون با واقعیت سخت زمینی برخورد میکنه. سخنرانی آقای خامنه‌ای هیچ چیز رو تغییر نمیده. پیام این هست، من همانم که هستم، حکومت همان است که بود و همین رو هم ما ادامه خواهیم داد و شما هم باید شکرگزار باشین و صبور باشین. طبیعی اما دیگه مردم نمیخوان شکرگزار و صبور باشن، مردم میخوان تغییر ایجاد بشه، مردم چیزهای دیگری میخوان، از جمله استعفای آقای خامنه‌ای. بنابراین این سخنرانی به نظر من در کوتاه مدت چند روزی دستمایه تبلیغات خواهد بود، اما چرخ به هم مثلا پاشنه در به همون پاشنه میچرخه که میچرخه. آقای خامنه‌ای فکر میکنید کارت دیگری برای رو کردن داره؟ آقای خامنه‌ای خیلی کارا میتونه بکنه، از جمله اینکه مثلا بیاد بگوید بسیار خوب، ما حالا آزادی احزاب رو اجازه میدیم، ما نمیدونم انتخابات آزاد برگزار میکنیم، ما رفراندوم برگزار میکنیم، ما قانون اساسی تغییر میدیم، ما سیاست خارجی جنگ افروزانه خودمون رو متوقف میکنیم. شاید وقتی که سنبه، ببینید در جریان هواپیما این سنبه پرزور خارجی بود که اینا رو به اقرار وادار کرد و اون دروغ بزرگی که گفته بودن پس گرفتن و یادمون باشه 40 سال دروغ گفتن. اما میگن آگاهی بر فشار رو مضاعف میکنه. مردم وقتی که دیدن که وقتی شما به مردم دروغ میگین به شعور اونها توهین میکنین، به اونها میگین شما ابله هستید، ما میتونیم هر دروغی رو به شما بفروشیم و مردم از این به خشم میان که کسان اونها رو ابله تصور بکنن. آقای خامنه‌ای در همیشه جمهوری اسلامی در موقعی که فشار خارجی خیلی پرزور شده
تغییراتی در سیاستش داده. حالا یه عده پیش بینی میکنن که شاید در نتیجه به اصطلاح پرزور بودن فشار خارجی اینها بیاین در مورد چیزی که اروپا و آمریکا با هم میخوان، حالا با تاکتیک های متفاوت اما به صراحت دارن میگن، برنامه موشکی ایران، دخالت های جنگ افروزانه ایران در سوریه، یمن و غیره و همچنین در حماس و حزب الله و غیره، اینا رو تغییر بده. اما این به این سادگی ممکن نیست. اما اون چیزی که مردم ایران میخوان علاوه بر اینکه این سیاست خارجی جنگ افروزانه که تمامی سرمایه مالی کشور رو داره به هدر میره تغییر بکنه، مردم آزادی میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم عدالت اجتماعی میخوان و این خواسته های مردم رو دیگه به اصطلاح نه دولت های خارجی پشت این خواسته ها نیستن، مردم پشت این خواسته ها هستن. این خواسته ها رو اگه جمهوری اسلامی میخواد برآورد متحقق بکنه طبیعتا باید این یعنی رفتن جمهوری اسلامی. بنابراین من فکر میکنم این احتمال که یه نمیدن که شاید در نتیجه به اصطلاح فشار خارجی اینا در سیاست خارجی تغییر بدن، این یک احتمال ممکن هست، یک احتمال ممکن هست، اما نه اکنون وقتی که دیگه به اصطلاح بنبست کامل شده باشه و کشور ویران شده باشه. اما این که اینها بیان به خواسته های مردم تسلیم بشن، این به نظر من با اهداف اصلی ساختار جمهوری اسلامی در تضاد هست، چون این دوتا با هم دیگه همگن نمیتونن بشن. یه بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای اشاره کردید در مورد ناگفته‌ها صحبت کردید و اینکه شعارهایی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودش از اونها یاد کرد که نشون میده شعار مردم رو میشنوه، هرچند اونها مهمترین شعارها نبودند و همطور که شما گفتید شعارهای مهم علیه او بوده. آیا خود این اشاره به شعار مردم و اون سکوتی که شما بهش اشاره کردید نشان دهنده این است که آیت الله خامنه‌ای داره به مخاطب و به مردم ایران میگه من شعارهای شما رو هم شنیدم؟ در هر متن یا حالا سخنرانی یا متن مکتوب ما همیشه میگیم که اون سفیدی ها، اون جایی که و نانوشته ها و ناگفته ها مؤلف رو افشا میکنه. یعنی ما همیشه میگیم متن در سفیدی ها و ناگفته ها مؤلف رو مینویسه، مؤلف رو افشا میکنه، آشکار میکنه مؤلف رو. وقتی که شما این همه اعتراضات شده، شعارهای علیه نظام مطرح شده، علیه شخص آقای خامنه‌ای و علیه کل نظام مطرح شده و مردم خواهان آزادی و عدالت اجتماعی بودن، خواهان رفع فقر بودن، خواهان رفع تبعیض بودن، خواهان رفع فساد بودن، اینا در شعارها هست، فیلماشو خود شما بسیار پخش کردید. وقتی که کسی میاد در مورد مهمترین رخداد جامعه و مهمترین شعارهای مردم سکوت میکنه و اون رو تقلید میده به عکس آقای سلیمانی یا مثلا نقض لالونگان، در واقع حراس خودش رو از شعارهاشون میده. او میخواهد نبیند این چیزها رو. انسان خیلی موقع ها واقعیت چنان زورآور میشه که او انسان تنها راهش این هست، ما از در روانشناسی این رو داریم، میدونید یه بیماری معروفی است که تنها راهی که برای او میمونه که واقعیت رو نبینه و اونو انکار بکنه. آقای خامنه ای واقعیت رو نمیبینه و انکار میکنه، چرا که اسیر چارچوب ذهنی خودش هست، اسیر چارچوب ایدئولوژیک خودش هست و اسیر موقعیت خودش هست. آقای خامنه ای مؤلفه جمهوری اسلامی است و در این موقعیت وقتی شما قرار بگیرید بعد واقعیت های سرسخت زمینی در تظاهرات مردم جلوه میکنه، شما تنها راهش هستش که او رو نبینین، او رو انکار بکنین. به همین دلیل میبینین میگه که توطئه خارجی، این آدم‌ها به میدان آمدند، کشته شدند، بهشون تیراندازی شده، در مقابل تیراندازی مقاومت کردند، میگه اینا رو خارجی‌ها به سلام تحریک کردن، میگه خارجی تو تا این حد کسی رو تحریک بکنه. این یک واقعیت خیلی ساده است، اما شما واقعیت ساده رو گاهی نمی‌بینید. در زندگی معمولی هم همینطور هست، خیلی موقع‌ها شما اون واقعیت‌های ساده‌ای رو که نامطلوب هست برای شما و نمی‌خواهید وجود داشته باشد، چون نمی‌تونید از بینش ببرید، نمی‌بینیدش. آقای خامنه‌ای نمی‌بینه. متشکرم از شما. فرج سرکوهی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از فرانکفورت. آقای علی جانی، چطور ارزیابی میکنید اظهارات امروز آیت الله خامنه ای رو؟ من در لحن آقای خامنه ای نوعی استیصال، درسته که کلمات تندی به کار میبره ولی هیچ برون رفتی، هیچ امیدی درش وجود نداره. ایشون در درس خارج فقهش در هفته گذشته راجع به انتظار فرج صحبت کرده و گفته انتظار فرج نیست که ما بگیم امام زمان باید بیاد، انتظار فرج اینی که اگه فرزند ما داخل یه تونلی گیر بیفتیم که ابتدای تونل ریزش کرده باشه، آخر تونل هم بسته باشه، ما نباید امیدمون رو از دست بدیم، شاید مثلا یه گوشه این تونل سوراخ بشه ما بریم. این مثالی که ایشون در این درس خارج زده تمثیلیست به نظر من از وضعیت روحی روانی و ترسیمی که آقای خامنه‌ای علی رغم این که خدا با ماست و ما برنده هستیم و اینها در ظاهر ارائه میده.
ببینید ایشون راجع به برجام هیچ حرف مشخصی نمیزنه، فقط یه فوشی به اروپایی ها میده، نمیگه که سیاست ما چیه، فقط میگه باید اینو ادامه بدیم. راجع به سقوط هواپیما که حالا سپاه پاسداران ایشون متهم هست هیچ حرف مشخصی نمیزنه، یعنی همه پرسش ها باقیه، فقط میگه که یه دی خبیث میخوان استفاده بکنن. حالا جوان ها احساساتی هن. در تئوری ولایت فقیه آقای خمینی میگفت که این ولایت فقیه امتداد ولایت ائمه است و همون قدرت رو داره. ظاهرا اینا چون نظریه عصمت رو هم قائلن، عصمت ائمه، عصمت ائمه شیعه، گویی در این آقایون هم استمرار داره، یعنی اینها معصومن و هیچ جای اشتباه نمی کنن و نباید اذعان به اشتباه بکنن. فقط میگه دل ما سوخت، عذرخواهی نمی کنه از ملت و نمیگه من فرمانده کل سپاه هستم. این بماند و ایشون در کل این بحث از یک طرف سعی میکنه کلمات درشت انقلابی به کار ببره، ولی خروجیاش زیاد تفاوتی با گذشته نداره. آقای علیجانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. به هر حال افکار عمومی، بخشی از افکار عمومی دنبال پاسخ هستن در خیابانها، شعار استعفا دادن علیه فرمانده کل قوا که آقای خامنه‌ای باشن. برخی انتظار اینو داشتن که آقای خامنه‌ای دست کم بیاد صحبت بکنه، حرف از مجازات یا تحقیق جستجو در مورد علت این حادثه هم به اون صورت نزد آقای خامنه‌ای. بله، اینها شعار هم علیه آقای خامنه‌ای میدن، هم سوگولی آقای خامنه‌ای که سپاه هست، سپاه حزب سیاسی آقای خامنه‌ای است، دولت نامرئی آقای خامنه‌ای است. حداقل تا اینجای خطبه ایشون اصلا به روی خودشون نیاوردن و این معناش این است که هیچ دفاعی وجود نداره. در سیاست خارجی ما شاهد هستیم ایشون علارغم اینکه به دولت‌های اروپایی فحش میده و اینا رو کنار آمریکا میشونه و خبیث مینامه، ولی بازم در نهایت میگه البته با اینا مذاکره میکنه به جز آمریکا. یعنی در مجموع نشون میده که آقای خامنه‌ای یه بازیه، حالا شاید این تعبیرم زیاد خوشایند نباشه، 3-1 باخته رو در واقع میخواد تغییر بده. فقط بگه تشییع جنازه قاسم سلیمانی مهم بوده، حمله با آمریکا که واقعا یک باخت بود، یک حمله نمایشی بود، اون رو هم یک به اصطلاح برخورد پاسخ قدرتمندانه جلوه بده، اساسا اعتراضات آبان ماه و اعتراضات مردم رو کنار بگذاره. یعنی فقط مثل بازی که نتیجه رو برعکس اعلام میکنه، صحنه‌هایی که خودش فکر میکنه گل خودش هست نشون میده، ولی این تعارض داره با افکار عمومی. نتیجه عملیش هم این است که ما میخواهیم خط کره شمالی رو همچنان ادامه بدیم، هیچ تغییری در سیاست نمیده در ظاهر. یعنی در آقای خامنه‌ای طرفدار نجنگ هست چون باید نظامش خرج بکنه، ولی طرفدار نتحریم نیست چون باید جیب ملت ایران خرج بکنه. سیاست نجنگ نمذاکره رو میگه ادامه میدیم، نتحریم اب نداره، ملت تحریم بشن باید مقاومت بکنیم و رو پای خودمون بایستیم. آیاتی از قرآن رو در رابطه با استقامت میخونه، در رابطه با سقوط هواپیما بدون عذرخواهی فقط همدلی میکنه، یه نامه ای که حالا یکی از خانواده ها نوشته اون رو بزرگ میکنه. این همه شعار، این همه به اصطلاح دل شکستنی که در باعث انفجار خیابانی شد در دانشگاه ها که وجدان بیدار جامعه هست، اینها رو نادیده میگیره. راجع به برجام حرف جدیدی نمیزنه، اتحادیه اروپا میخواد برجام رو در واقع اونا هم یه پله اساسی عقب نشینی بکنن. یعنی من آقای خامنه‌ای رو در مجموع مستعصل، اما همچنان سر پا روی مواضعش ولی با روحیه‌ای که تضعیف شده میبینم. اون مثالی که در درس خارجش زده، تونلی که دو طرفش فروکش کرده، ولی ما باید امیدوار باشیم که یه گوشه این تونل سختش بریزه ما خارج بشیم، بهترین مثال برای سخنرانی و وضعیت کنونی آقای خامنه‌ای. مهدی مهدوی آزاد از بن آلمان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما هستن. آقای مهدوی آزاد، واکنش شما و تحلیل شما در مورد آنچه که شنیدید آیت الله خامنه‌ای گفتن چه است؟ چه موقع تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان بعد از اینکه حدود 60 نفر از شهروندان ما کشته شدند، روی یک روزنامه بنیادگرا تیتری زد به عنوان کرمان به قربانت، یک شهر به قربان یک نفر. به نظرم پیام سخنرانی امروز آیت الله خامنه‌ای این بود که ملت به قربانم، یعنی کشور ایران به قربان من. هیچ نشانه ای از وضعیت امروز ایران، وخامت اوضاع امروز ایران در سخنرانی آقای خامنه‌ای شما نمیدیدید. تحلیل تمامی ناظران، از ناظران حکومتی و نزدیک به حکومتی تا مستقل ها تا مخالفین، تحلیل تمام کشورها این است که اوضاع ایران بسیار وخیمه. بحران سیاست خارجی که تا جنگ رفته، بحران داخلی، معترضان، شهروندان کشته شده، اقتصاد فروپاشیده شده، ملت دچار انشقاق. با این حال برداشت آقای خامنه از همین شرایطی بود که ایران در یکی از بهترین موقعیت های خودشه و با حالت عاقلان در صفی هم به ما میگفت شما چرا نشانه های خدا رو نمیبینید، دست های خدا رو نمیبینید؟ من
منظورش البته حضور مردم در سخنرانی بود. آن چیزی که به نسبت حکومت و مردم باید نگاه بکنیم در این سخنرانی شوکه کننده تر هست. یعنی آقای خامنه ای اصلا نگاهش به معترضان حتی این نبود که باشون همراهی بکنه یا حتی انتقاد بکنه، انکار معترضان، اهانت به معترضان بود. معترضانی که قاسم سلیمانی رو حالا عکسش کشیده بودن پایین، گفت شما فریب خورده اید. حتی به معترضان مربوط به شلیک سپاه به اوکراین هم رهبری جمهوری اسلامی توهین کرد. در مجموع من فکر میکنم آقای خامنه ای بر روند خطا و این سیاست استراتژیک، راهبرد استراتژیک خطایی که در واقع در درگیر شعارهای ایدئولوژیک هست اصرار کرد. این اصرارش باعث خواهد شد ایران روزها، هفته‌ها و ماه‌های بسیار سختی خواهد داشته باشه. از چه نظر سخت‌تر آقای مدنی آزاد؟ ببینید روند رو به آینده تقریبا قابل پیش بینی است. اگر در ایران کسی پیدا نشه، قرار نشه مذاکره ای بکنه، قرار نباشه نرمشی برای مردم در مقابل مردم به خرج بده، اگر قرار نباشه روند عوض بشه، انتهای این مسیر روشن هست. انتهای این مسیر با آمریکا به احتمال زیاد به درگیری مستقیم خواهد کشید، با اروپا به جایی خواهد رسید که همین محدود منافذ مربوط به دور زدن تحریم ایران هم از بین خواهد رفت، اروپا هم خواهد رفت پشت تحریم های ایران، روس ها و چینی ها هم با ما همراه نخواهند بود. در داخل کشور هم معترضان رو که نمیشه کشت، 1500 تاشون رو میشه کشت، 2000 تا 10000 تا، نمیشه چند میلیون شهروند رو کشت، دانشگاه ها رو نمیشه تعطیل کرد، روز نمیشه همین کارها رو، اینترنت رو بست نمیشه، اینا همش اقدامات موقته. باید روشی، راهی پیدا بکنه حکومت، و چون راهی نداره واضح است در داخل کشور هم در واقع تنش ها بیشتر خواهد شد. حکومت در باتلاق خشونت، در باتلاق واکنش های انفعالی فرو خواهد رفت. این آینده در واقع محتومه اگر کسی در این لحظه تصمیمی نگیره و چیزی رو عوض نکنه. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که صحبت بکنیم در مورد اون بخشی از اظهارات آیت الله خامنه ای که البته به آلمان، فرانسه و بریتانیا تاخت، ابتدا اونها رو متهم کرد به همدستی با صدام حسین در جریان آنچه که او دفاع مقدس خواند، جنگ ایران و عراق، و بعد گفت البته ما از مذاکره به جز آمریکا ابایی نداریم. این رو چطور شما تحلیل میکنید اگر که در قالب اتفاقات روزهای گذشته به ویژه فعال شدن مکانیسم حل اختلاف برجام توسط این سه کشور بررسیش بخوایم بکنیم؟ ببینید، در ذهنیت، در گفتمان ذهنی و همچنین در پارادایم رفتاری آقای خامنه ای، شما به غیر از روسیه از کشور دیگری رو نمیبینید که او رابطه خوبی داشته باشه. ولادیمیر پوتین تنها مقام دنیاست که آقای خامنه ای از او تعریف کرده. با اروپایی ها هیچگاه رابطه رهبری جمهوری اسلامی خوب نبوده. خاطرتون هست که بعد از برجام، موقعی که اروپایی ها میخواستن در ایران سرمایه گذاری کنن، رئیس جمهور اتریش رفت ایران، به قدری با او موهن و بد برخورد کرد که رئیس جمهور اتریش بعدن آمد با رسانه‌های اون کشور مصاحبه کرد، از جمله با بی بی سی فارسی هم مصاحبه کرد، به صراحت گفت برداشت من از آقای خامنه ای این هست که نمیخواهد ما اونجا سرمایه گذاری بکنیم. عین همین رفتار او رو شما با رئیس جمهور فرانسه، طرح آقای رئیس جمهور فرانسه و اساسا کشور فرانسه میبینید، با آلمان هم همین رفتار رو کرد. نه الان، نه زمان میکنست، این رفتار دائمی آیت الله خامنه ایست. بنابراین در وهله اول باید بگم این نوع رفتار پرخاشگرانه آقای خامنه ای لزوما تحت تاثیر تحولات جدید ایران و اروپا، از جمله در واقع فعال کردن مکانیزم ماشه یا دورخیز اروپا برای برگردوندن تحریم‌های بین‌المللی نیست. منتها در سطح دوم میتونیم بگیم که بله، آقای خامنه ای از این عصبانیه. منتها سوال این هستش که با راهکار او چیست؟ یک سال نمی که همین میگه ما نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم، یه FATF رو میگن تصویب بکنید مجمع تشخیصش و خودش نمیگذارن، هیچ اجازه مذاکره ای نمیده. چه راهکاری ارائه میده آیت الله خامنه ای؟ در این سخنرانی هیچ راهکاری وجود نداشت. دوباره اصرار بر شعارهای بیمعنی و اصرار بر رهیافت هایی که غلط بودنش رو تا به حال به چشم دیدیم. بنابراین نه تنها با آقای خامنه ای تلاش نمیکنه از این بنبست خارج بشه، مفهوم هی روز به روز با این حرفاش داریم این بنبست رو جدیتر و سختتر و بدتر هم آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید همینجا بگم که به هر حال این همونطور که خود شما هم گفتین بار نخستی نیست که آیت الله خامنه ای دارن این اظهارات رو میکنن، به ویژه در مورد مذاکره با ایالات متحده آمریکا. اما در اوج همین اظهارات آمریکا ستیزانه آیت الله خامنه ای در ابتدای دهه 90 خورشیدی بود که بعدن خبردار شدیم مقامات ایرانی از دولت آقای احمدی نژاد مذاکره میکردن با دولت ایالات متحده آمریکا در عمان. این رو چطور میبینید؟ آیا چنین امکانی رو با توجه به شرایطی که به هر حال به ویژه در طول دو هفته گذشته دیدیم، اسمش رو من همیشه گذاشتم دومینوی بحران ها، از کشته شدن قاسم سلیمانی بگیرید تا امروز که هستیم، چنین آیا در شرایط فعلی به ویژه با از دست دادن قاسم سلیمانی شما همچین احتمالی رو میبینید؟
ببینید آنچه که شما میگید مربوط به سالهای 90 و 91 و اول 92 هست که با آقای خامنه ای به علی اکبر صالحی اجازه داد موقعی که احمدی نژاد از پرونده هسته‌ای بیرون رفت و گفت دیگه مسئولیت نمیپذیرم، به صالحی اجازه داد که در عمان با آمریکایی ها مذاکره بکنه. از نظر تئوریک چنین چیزی غیر ممکن نیست، احتمالش هست. آقای خامنه ای اصلا همین، شما به گذشته برنگردید، در همین ماجرای معروف به انتقام سخت هم شما دیدید انتقامی که گرفته شد عملا انتقام سخت نبود، یعنی بعداً معلوم شد که ایران به عراقی ها اطلاع داده و میخوام این کارو بکنی. ایران از سه کانال به آمریکایی ها پیغام داده بود که ما دیگه کار دیگه نخواهیم کرد، عملا تشویقشون کرده بود به اینکه واکنش نشون نده. کامل واضح بود که ایران فقط قصد بازی تبلیغاتی داره. بنابراین در روی کاغذ بعید نیست که تن به چنین چیزهایی بدن، چه بسا بعدشون هم نیاد. منتها مجموع معادلات به طوری چیده شده که با این دو بازی‌های ساده انگارانه خروج از این بنبست خیلی دشوار به نظر میرسه. با اینکه جمهوری اسلامی حکومت مستقر، هنوز ابزارهای زیادی داره، هنوز چیزهای زیادی داره به آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها بفروشه، اونها می‌خرن، دوست دارن مذاکره کنن، ولی این معادله طوری است که نمیشه با این روش‌های ساده، سخت بیرون اومد. یکی از این دلایلش این هست، اعتراضات داخلی است. مجموعه اعتراضات داخلی به اضافه اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران که بخش زیادیش به ضرب زور مسائل امنیتی و پروپاگاندای رسانه‌ای تونستن حفظش بکنن، اینها آمریکایی‌ها رو احتمالاً به این نتیجه می‌رسونه که ایران بیش از اون که تصور می‌کردن تحت فشاره و بیش از اون که شاید ارزیابی می‌کردن سیاست تحریم‌ها به نتیجه رسیده. برای من فکر می‌کنم در طرف آمریکایی هم فعلاً در این لحظه انگیزه چندانی برای مذاکره وجود نداشته باشه. بینندگان عزیز، نظارگر برنامه ویژه‌ای هستید که بلافاصله بعد از آغاز سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران آغازش کردیم و با تحلیلگران مشغول تحلیل آنچه هستیم که آیت الله خامنه‌ای در مصلای تهران گفت. در خبرها آمده که جواد ظریف امروز در سر راه بازگشت از هند در مسقط در عمان توقفی خواهد داشت. میدونیم که عمان دست کم در زمان سلطان قابوس یکی از عمده‌ترین کشورهایی بوده که در مقام میانجی میان ایران و ایالات متحده آمریکا بازی کرده. با مهدی مهدوی آزاد صحبت می‌کنیم، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، سوال بعدی من از شما در مورد اظهارات آیت الله خامنه‌ای هست درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که آقای خامنه‌ای اون رو از انتخابات به عنوان بیمه نام برد. به هر حال نقش انتخابات معمولا انتخاب نمایندگانی هست از مردم برای اداره کشور، چه شده که آیت الله خامنه‌ای انتخاب رو به منزله بیمه میبینه؟ این رو بگم که خیلی وقتا در این سخنرانی های حکومتی که خوب هم برنامه ریزی میشه، بعضی وقتا پیام ها و نشانه هایی وجود داره که از اصل سخنرانی حتی مهمتر هست. از جمله که از نشانه ها شعارهای تند امروز معترضین بود، معلوم بود وزیر شعار چه شعارهایی میده. عمده این شعارها این بود که ما دوست داریم با آمریکا بجنگیم. عمده این شعارها نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا بود که آقای خامنه‌ای هم تایید میکرد. بنابراین در این فضای گفتمانی که فضای جنگ و در واقع فضای شمشیر کشیدن بود، ما باید حرفای آقای خامنه‌ای رو تحلیل بکنیم. اون بخش مربوط به حرفای انتخاباتی آقای خامنه‌ای اتفاقا به نسبت حرفای قبلی او حتی سست‌تر هست. یعنی اگر خاطرتون باشه در انتخابات قبلی مجلس رهبری جمهوری اسلامی آمد به مردم گفت شما حتی اگر مخالف حکومت هم هستید برای ایران بیاید در انتخابات شرکت کنید، که برخی از فعالان تصور کردن منظور این هست که مخالفین هم میتونن نامزد بشن، که بعدن گفت نه، نامزد نمیتونن بشن، بیاید فقط رأی بدید. امروز حتی چنین شاخ زیتونی هم به منتقدان نشون نداد، یعنی حتی خودش رو محتاج ندید که به منتقدان بگه حالا بیاید به خاطر ایران با من متحد بشید. و یادمون باش این در شرایطی است که ظرف دو سه روز گذشته اخبار تندی در مورد رد صلاحیت‌های گسترده منتشر شده، حتی آقای روحانی اعتراض بسیار شدید و لحنی کرد، آقای کدخدایی جواب بسیار تندی به او داد. برای من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای در این زمینه حتی امروز به نسبت استانداردش خودش رو بی‌نیازتر به انتخابات می‌بینه به نسبت استاندارد معمول خود او. پیش بینی میشد که ممکن است آیت الله خامنه‌ای به هر حال در مورد دولت حسن روحانی هم صحبتی بکنه. به هر حال کم سابقه هم نیست از زمان دولت آقای احمدی نژاد تا حالا قبلتر آقای خامنه‌ای اگر انتقادی هم داشته باشن میگن در سخنرانی خودشون. امروز چنین نکرد آقای خامنه‌ای، نمیتونه این کار رو بکنه. نه، من تصورم این بودش که از دولت روحانی اصلا انتقاد نخواهد کرد. آقای خامنه‌ای خوب میدونه از منظر راهبردی آن چیزی که برای حکومت ها کشنده است
سم مهلک اختلافات داخلی است. ببینید نفس اعتراضات، اگه همه مردم یک کشورم بیان توی خیابون، نفس اون اعتراضات در یک حکومت خودکامه منجر به فروپاشی نمیشه. اون چیزی که منجر به فروپاشی میشه شکاف حاد داخلی است که بر اثر اعتراضات تشدید میشه و بخش از قدرت شروع میکنه به کارشکنی یا فاصله گرفتن یا حذف کردن طرف مقابل. آقای خامنه‌ای خوب میدونه که تضعیف دولت، هر دولتی الان سر کار باشه، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه چپ، چه راست، تضعیف رئیس جمهور به معنی این هست که خودش رو داره بیش از حد تضعیف میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که آقای خامنه‌ای در حتی در هفته های آینده، حتی در ماه های آینده وارد انتقاد تند از دولت روحانی بشه، مگر آنکه پشت پرده درگیری ها به حدی رسیده باشه که در بیرون نمود پیدا کنه، یا اینکه رهبری حکومت به هسته سخت قدرت تصمیم گرفته باشن برای بیمه کردن یا برای مثلا بهبود وضعیت خودشون یک نفر رو قربانی کنن و اون هم البته دستگاه اجرایی کشور هست. آقای مهدوی آزاد، یک سوال دیگر هم من از شما دارم. نقل قول میکنم از آقای خامنه‌ای، گفته جهان اسلام باید عوامل تفرقه را بردارد. جهان اسلامی که آقای خامنه‌ای از او صحبت میکنه به هر حال کشورهای عربی منطقه هم هستن که جمهوری اسلامی تقریبا با هیچ کدومشون رابطه خوبی نداره. این بخش صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ نه، جهان اسلامی که آقای خامنه‌ای ازش صحبت میکنه چیزیست که فقط در ذهن او وجود داره، در جغرافیای بیرون، در خارج وجود نداره. بخش بزرگی از جهان اسلام آقای خامنه‌ای رو اصلا، حتی نه آقای خامنه‌ای، حتی بنده رو مسلمان اصلا نمیدونند، سنی مذهب هستن. زمینی که تقریبا تمامی جهان اسلام بلا استثنا تمامی دولت‌های جهان اسلام عملکرد حکومت ایران رو عامل اصلی تفرقه می‌دونن. آن چیزی که به نام جهان اسلام در ذهن آقای خامنه‌ای هست، بعد از سپاه و بسیج، یعنی سید حسن نصرالله در لبنان، شیخ زکزاکی در نیجریه، نمی‌دونم حماس، یه گروه کوچک در یمن، مجموعه اینها رو آقای خامنه‌ای جهان اسلام می‌دونه. و موقعی که میگه عوامل تفرقه رو بعد بردارن، در واقع یک شعار قدیمیه، یعنی بخش بزرگی از حرف آقای خامنه‌ای واقعا قابل تحلیل نیست، تکرار یک شعار بی‌معنی در که جغرافیای خاصی نداره، نشانگاه خاصی هم نداره و فقط یه تعداد کلماتی که پشت سر هم گذاشته میشه. سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از بن آلمان با ما صحبت می‌کردن. ساعت به وقت لندن 10:02 بامداد، به وقت تهران 13:32 بعد از ظهر جمعه است.